دوستان سلام، در خودروهای با موتور X7 سیستم تهویه کارت وجود داره که بسیار نقش مهمی داره در بهینه کار کردن موتور. ضمن اینکه این لوله ها خیلی هم نمیدونن دلیلش چیه که وجود داره و نحوه کارکردش چیه، میخوام تو این ویدیو دلایل خرابی، علائم خرابی و نحوه کار سیستم تهویه کارت موتور X7 رو خدمتتون عرض کنم. برخی مواقع خرابی همین سیستم باعث یاتاقان زدن موتور میشه، برخی مواقع خرابی همین سیستم شما رو به اشتباه میندازه که خودت دچار روغن‌سوزی شده. بریم تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برای تهویه کارتل موتور X7 که به دلیل کاهش ورود HC یا همون هیدروکربن‌های نسوخته ناشی از تبخیر بخار به داخل محیط صورت میگیره، این سیستم تهویه کارتل رو تهیه کرد. ببینید دو تا لوله روی سیلندر قرار داره اون پایین که من در تصویر کاملا براتون شرح میدم. این دو تا لوله با یک واسطه تبدیل به لوله‌ای میشن که اینجا قرار داره این لوله و به این قسمت درب سوپاپ متصل میشه. بخارات روغن از سیلند به لوله های بابین لوله بالایی منتقل میشه. خب حالا این لوله ها داستانشون چیه؟ ببینید این لوله ای که اینجا میبینید از طریق هواکش و قبل از دهیچه گاز هوا رو وارد این محفظه میکنه. همچنین این لوله که اینجا وصل میشه به دریچه گاز خلع رو وارد این محفظه میکنه. لوله پایینی هم که خدمتتون عرض کردم بخارات روغن رو وارد این قسمت محفظه. خب لوله مربوط به خلع هوا رو از بعد از دریچه گاز، وقتی روی دریچه گاز وصله، مستقیم به بعد از پولکی دریچه گاز میخوره و خلع منیفول در اونجا قرار داره. خلع رو از اونجا وارد میکنه به این محفظه. همچنین این لوله هوا رو هم از قبل از دریچه گاز وارد این محفظه میکنه. زمانی هم که لوله بخار روغن وارد میشه به این محفظه، این خلع باعث میشه و این ورود هوا باعث میشه یک حالت گردبادی اینجا به وجود بیاد و باعث میشه بخارات روغن به درون موتور وارد بشه. یعنی چی؟ یعنی زمانی که شما خودرو رو روشن میکنید و خودرو روشن میشه، خلع منیفول از طریق این لوله که بعد از پولکی دریچه گاز قرار داره وارد این قسمت بالا میشه و هوا و روغن ترکیب میشه و بعد از اون وارد موتور میشه. نکته چیه؟ نکته اینه که موتورهای X7 شیری به نام PCV ندارن و همواره بخارات داخل روغن به داخل مجرا وارد میشه. خب اگر این سیستم تهویه خراب باشه، باعث اولا افزایش فشار داخل کارتل میشه. فشار داخل کارتل وقتی افزایش پیدا میکنه باعث نشتی روغن از قسمت‌های مختلف موتور میشه. یکی از نشونه‌ها اینه که میبینید درب، یعنی روغن از درب فیلتر روغن و درب روغن ریز بالا میاد یا از گیری شیلنگ ها. دومین علامتی که داره دود آبی از اگزاز بیرون میاد. خرابی لوله‌های بخار روغن ممکنه دود آبی رو از اگزاز خود رو بیرون کنه. این دود معمولاً به دلیل ورود بخارات روغن به سیلندرها و مخلوط شدن با سوخت ایجاد میشه. خب بریم روی میز کار یک بررسی دقیق‌تر با هم دیگه داشته باشیم. خب دوستان، همونطور که خدمتتون عرض کردم، این محفظه‌ای که اینجا قرار داره، لوله‌هایی که به اون وارد میشه، این سه لوله که شیلنگ‌های بخار روغن، شیلنگ خلع و شیلنگ هوا متصل هستن. یک محفظه دایره شکل هستش. در اصلا هیچ ارتباطی به این درب روغن ریز نداره. در اطراف درب روغن ریز یک محفظه خالی وجود داره
که این خلأ وقتی ایجاد بشه، هوا و بخارات روغن که وارد بشه، خلأ به معنی که رو خودرو روشن کنید وجود میاد و باعث میشه که این دوتا هوا و بخار با هم ترکیب بشن و به صورت گردبد یعنی دایره وار برن و از این سلوله وارد دریچه گاز بشن. خب روی دریچه گاز هم اگه دقت کنید لوله به این قسمت متصل هست، شلنگ خلأ و در واقع بخارات روغن، بعد اول خلأ ایجاد میکنه و بعد بخارات روغن و هوا ترکیب شده با هوا وارد میشه، روی این قسمت قرار داره. این قسمت به صورت در واقع مستقیم به پشت پولکی دریچه گاز متصل هستش. خب شما باید دقت کنید اگر همین قسمت خراب باشه باعث میشه که دود آبی از اگزوز بیرون بیاد و حتی شلنگی که به این قسمت وصل میشه، این شلنگی که به این قسمت وصل میشه از این طریق به این قسمت وصل میشه، اگر دچار گرفتگی باشه و در واقع مسدود باشه، همین عامل هم باعث میشه که دود آبی از اگزوز بیرون بیاد. پس قبل از هر گونه تعمیراتی این شلنگ ها، این در واقع لوله و همین شلنگ رو بررسی کنید. ضمن این که در برخی مواقع درب سوپاپ نیاز به تعویض داره. چگونه؟ ترکی ممکنه این قسمت به وجود بیاد، این ترک باعث میشه اولا این خلأ ایجاد نشه، دوما این ترکیب هوا و بخار روغن که صورت میگیره از این قسمت نشتی پیدا کنه و بعضی مواقع میبینید فیلتر هوا کثیف شده، روغنی شده. یکی از دلایلش همین ترک این محفظه استوانه ای هستش. البته موارد دیگه هم هست، ممکنه خود درب سوپاپ دچار شکستگی و ترک بشه. یک ایراد دیگه هم که ممکنه وجود میاد شلنگ های بخار روغن، اصطلاحاً خرچنگی بخار روغن که یک سرش به این لوله وصله و در قسمت دیگه اون هم دو تا لوله این دو طرف سیلندر قرار داره که من در تصویر بهتون نشون میدم قرار داره، این در قسمت بسته شده در اون قسمتی که بسته قرار داره ممکنه پاره بشه و روغن از همون در واقع لوله ها نشتی پیدا کنه. یکی از عوامل در واقع خالی شدن روغن اون هستش، همون عامل حتی باعث میشه که موتور دچار کمبود روغن و یاتاقان زدن بشه. ضمنی که زمانی که فیلتر روغن رو تعویض میکنید باید حواستون باشه به اون لوله بخار روغن آسی وارد نشه و در صورتی که دیدید هر کدوم از این سلوله خشک شده، صفر شده، بلا استثنا باید اونا تعویض کنید. خب دوستان این هم از بررسی سیستم تهویه کارتل موتور X37. دقت کنید تمام نکاتی که خدمتتون عرض کردم رعایت کنید. میدونید که این سیستم اگه خراب بشه تأثیر زیادی روی کارکرد موتور داره، روغنکاری موتور داره و بعضا حتی ممکنه روغن ریزی پیدا کنه و ضمن این که اگر این سیستم خراب باشه فشار داخل کارتل به شدت افزایش پیدا میکنه و آسیب جدی به اورنگی ها و کاسنمت ها وارد میکنه. در پایان ازتون میخوام این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستانتون بفرستید و در قسمت کامنت ها اگه نظری دارید، پیشنهادی دارید با ما در میون بذارید. موفق و ماهد و پیروز باشید.